امروز قراره با همدیگه یه حلوای فوق‌العاده شیک و راحت و خوشمزه رو با همدیگه درست کنیم. این حلوا یکی از حلواهای اصیل تبریز هستش. حلوای زنجبیلی. فوق‌العاده راحت درست میشه و طعم بی‌نظیری داره. بیاید که با هم درستش کنیم. در ابتدا آردمون رو داخل مایتابه میریزیم و تفتش میدیم. آردم من از آرد نول استفاده کردم. خب آردمون رو داخل مایتابه ریختیم و میریم بذاریم روی حرارت. ببینید آرد رطوبت داره و باید انقدر روی حرارت اینو هم بزنیم تا آب آرد کشیده بشه و آردمون کاملا سبک بشه. فقط آرد رنگش زیاد تغییر نکنه. تقریبا الان یک ربعی که من دارم این آرد رو هم میزنم. توی این مرحله که داره آرد سبک میشه یعنی امکان نداره هر چه قدم با احتیاط کار کنی یه آردی میپاشه رو گاز که نگم، خلاصه گازو به فنا میده. من هی میام آروم کار کنم، تمیز کار کنم، نمیشه. این آرده پخش میشه روی گاز. ببینید آرد کم کم داره سبک میشه و رنگش هم تقریبا یه کرم خیلی خیلی روشن شده. قرار نیست رنگ آرد خیلی تیره بشه به خاطر زنجبیلی که داخلش داره. به نظر من هر روز باید یکی دو تیکه ازش خورد، خیلی برای بدن فایده داره. مرحله بعدش سختی درست کردن این حلوا فقط این مرحلشه که باید پای گاز وایسی و آرد رو تفت بدی تا سبک بشه. یعنی همینجور نصف آردای تو مایتابه ریخ رو گاز. خب توی این مرحله آردمون کامل سبک شده، رنگش یکم کرمی روشن شده و میایم چیکار میکنیم؟ زیر حرارت رو که کم میکنیم که دیگه آردمون بیشتر از این تیره نشه و روغن جامدمون رو بهش اضافه میکنیم. اگر روغن جامد ندارید کره و روغن مایه رو بهش اضافه کنید. الان میگم تا چقدر باید به این روغن اضافه کنید و آردتون چه حالتی پیدا کنه که بدونید اندازه روغنتون کافیه یا نه. قشنگ با پشت قاشقمون این روغن رو به خورد آرد میدیم تا کاملا آردا به این روغن آغشته بشه. ببینید وقتی به این مرحله رسید، به این انسجام رسید، دیگه حلوا رو از روی حرارت برمیداریم و باقی مراحل روی گاز دیگه نیستش. میریم اون طرف باقی مواد رو بهش اضافه میکنیم. خب مایتابه رو از روی حرارت برمیداریم حلوامونو و بهش پودر قند و زنجبیلمون رو اضافه میکنیم. اضافه کردن روغن خیلی لازم نیست روغن و آردمون روی حرارت بمونه و تفت بخوره. همین که روغن به خورد آرد رفتش از روی حرارت بر میداریم و باقی مواد رو اضافه میکنیم تا وقتی که داغ هستش. مقدار اضافه کردن پودر قند و زنجبیل دیگه به ذائقه شما بستگی داره که چقدر تند و شیرین دوست دارید. یک مقدار
پودر قند و زنجبیل رو اضافه کنید، هم بزنید مواد رو تا دستتون بیاد که مقدار زنجبیل و پودر قندش کافیه یا نه. اول اینو خوب هم میزنیم که به خورد هم برن، یه تست کنیم مزهش رو ببینیم، اگه کم بود بهش اضافه میکنیم. خوب مواد رو یک دست با همدیگه مخلوط میکنیم که پودر قند و زنجبیل به همه جای مواد بره. یه مقدار که اینا رو هم زدیم بهش هل آسیاب شده هم اضافه میکنیم. و باز خوب هم میزنیم. تا داغ هستش باید حلوا رو خوب هم بزنیم. این داغی باعث میشه که پودر قند توی حلوا باز بشه و زیر دندون نیاد موقع خوردن. خب بعد از اینکه کامل پودر قند، زنجبیل و به خورد آردمون رفت، یه کوچولو تست میکنیم. ببینید چون یه ذره حلوا که خنک‌تر میشه شیرینیش بیشتر میشه، ولی به نظر من زنجبیلش کم شدش. چون میدونی این حلوا تندیش زیر دهن بیاد خیلی با آدم میچسبه. یه مقدارم پودر قند اضافه میکنم که احساس میکنم شیرینیش کم شده. و دیگه فکر کنم به نظرم این کافیه و دوباره اینا رو خوب هم میزنیم که کامل به خورد هم برن. قشنگ یه خوشبازو در آوردیم سر این حلوا. بهتر زنجبیلی که برای این حلوا استفاده میکنی زنجبیلی باشه که تازه آسیاب کردی، که عطر و طعم این حلوا رو دو چندان میکنه. یعنی اینجوری بهتون بگم خیلی تاثیر داره این که زنجبیل تازه آسیاب شده توی این حلوا. خب الان ما اینو کامل هم زدیم، میریم به مرحله جذاب این حلوا که ریختن داخل ظرف و برش زدن. خب من داخل این ظرف میخوام بریزم حلوامو. اول ببینید ضخامت این حلوا خیلی نباید زیاد باشه، خیلی هم نباید نازک باشه، در حد 1 سانت کافیه. حلوا رو یه مقدارشو میریزیم داخل چیز، داخل ظرفمون، و خوب صاف و فشرده میکنیم. یه لایه تقریبا 0.5 سانتی میریزیم و اینو کامل صافش میکنیم. این حلوا موقع اینکه داخل ظرف میریزید خیلی باید خوب فشرده بشه. یعنی اگه خوب فشرده نشه موقع برش زدن شکل ظاهریش به هم میریزه. خب بعد از اینکه لایه اول رو به این شکل خوب فشردش کردیم چیکار میکنیم؟ یک لایه نازک ریختیم، پودر کاکائومون رو روی این حلوا میپاشیم. تمام سطحش با این پودر کاکائو آغشته بشه. این لایه‌ای که پودر کاکائو داخل حلوا میشه وقتی که برش میزنیم یه خط قشنگی روی حلوا ایجاد میکنه که شکل ظاهریشو خیلی شکیل‌تر میکنه. دوباره از حلوامون یه ذره پودرش میکنیم اینجوری. منم هی میریزم این بر اون بر. میپاشیم روی حلوامون باز یه لایه خیلی نازک. این حلوا رو معمولا تو حجم زیاد درست میکنم، بعد تو ظرفای دربسته داخل یخچال میتونید نگه دارید. معمولا مثلا خب توی تبریز اول ماه رمضون این حلوا رو درست میکنن، تو ظرفا نگه میدارن و بعد تو مهمونی ها تو افطار ازش استفاده میکنم. بعد از اینکه سطح لایه دومم به این شکل کامل صاف کردیم، روش پودر پسته میریزیم
یه مقدارم پودر گل محمدی به این شکل میریزیم و روشو دوباره سطحشو صاف میکنیم. دوباره صاف میکنیم تا این پودر پسته و گل محمدی داخل حلوامون بشه. میریم برای برش زدنش. معمولا این حلوا رو به شکل لوزی برش میزنن. چیکار میکنیم؟ در ابتدا خطای صاف روی حلوامون میندازیم. چون اگه برش این حلوا رو الان خوب نزنید، موقع درآوردن از قالب به مشکل میخورید. بعد از اینکه خطای صاف رو انداختیم، حالا خطای اوریبمون رو روی حلوا میندازیم. خب به این شکل حلوا رو برش میزنیم و میذاریم داخل یخچال به مدت 7-8 ساعت 10 ساعت بمونه تا کاملا حلوا خنک بشه و خودشو بگیره. ممکنه بگید اینجور برش زدن و از قالب در آوردن برای ما خیلی سخته، چی کار کنیم؟ میتونید از قالب های سیلیکونی استفاده کنید و با این حلوا یه حلوای بوتیکی خیلی شیک و جذابی رو درست کنید. ببینید داخل قالبم گل محمدی میریزم، یک ردیفشو گل محمدی میریزم، یه ردیف و پودر پسته میریزم تای قالبم. خیلی پر نکنید، یه لایه نازک. و از حلوامون داخل این قالبا میریزیم. خوب اینو فشردش میکنیم، یعنی هیچ فضای خالی داخل قالب نمونه. خب من حلوامو داخل قالب سیلیکونی هم ریختم و میبرم اینا رو بذارم داخل یخچال که تقریبا 10 تا 12 ساعت بمونه داخل یخچال و برش بزنیم و سرمش کنیم. تقریبا 10-12 ساعت حلوه ها کاملا خودشو گرفته و حالا از قالب درش میاریم. اما یه دور رو همین خطایی که انداختیم میریم. گذاشتیم هم در میاریم از قالب. اینم از حلوا زنجبیلی ما. امیدوارم که درست کنید و از طعم عالیش لذت ببرید.